صد میم چون قسمت ها کار نشده از نیو مدل شروع میکنه. اگر اون سوی دیگه باش از اون پیشید باش استاد اون سب کده باشی دو تا درس دو سی پا درس بیتی قرار بیدی پاک میسایی میشه خب میم در ادامه ایزی درس هایی که ما شما در دیروز کار کردیم در ایدیت بود در قسمت ایدیت مثلا کارت و کپی اینا چطور کار میکنن ریپلیکیت اینا رو کار میکنیم امروز که تا آخر اونا چی میکنن و چطور کار میکنن اونا کار میکنن امروز. پس اولین کار اندو و ریدو برگشت و پس برگشت. خب مثلا اگر ما به مختار فرض تعریف کردیم حالا یک تا گادر اینجا رسم میکنم اینمی گادر میخوایم تغییر موقعیت بدیم برش انتقال بدیم از این صاحب یک صاحب دیگه پس این انتخاب میکنیم پس میریم میبینیم کت و کافی فعال شده. خب کت برای انتقال از یک نقطه به نقطه دیگه یا از یک جای دیگه استفاده میشه و کپی در حال که خودش باقیه از این ما میتونیم اضافه هم بگیریم. خب کت میگیریم خودش از بین رفت. حالا زمانی که پس میریم از این قسمت یا کنترل وی یا یعنی چه کنترل وی بگیریم چه پیست بگیریم پس ما کت میخواه که میگه شما نظر به کجا میخوایی را انتقالش بده. ما اول از اینجا ما فاصله خود کیلوگرم ما واحد را کیلوگرم متر میگیریم و این قسمت میخواییم میگیریم انتقال بدیم اما پیش از اون میخواییم در کجا انتقال بدیم اما باید بفهم کجا. اینی نقطه هست افتشار 32 کنده پایین است نشان میدن افتشار 32 این نقطه هست 14 اشاره سی. خب ما فرض میکنیم در اینجا انتقال میدیم فرق نداره یه هم ما افتشار 32 است اون 14 اگر ما اینجا انتقال بدیم خب پس ما میم اما جایی را که ما انتقال میدیم فرض میکنیم میگیم در 6 و در ایکس 6 وایش مثلا در 12 انتقال میدیم پس اوکیش میکنیم در صحیح دورتر رفته پس کنترل زد میکنیم ایر انتخاب میکنیم وایش بگذاریم اینجا ببینیم وایش چقدر وایش افت است پس ساحت بیرون شده بوده. خب اینجا افت وایش هفت و ایکس شم افت. خب ایر انتخاب میکنیم اول میریم کت میگیریم پس دوباره میریم پیستش میگیریم شش فرض میکنیم میگیم در فاصله شش و کمی دورتر میگیریم در سه و وایش هم سه انتقال دورتر رفته بود از این نقطه انتقال داد به این قسمت پیشتر ما زیاد گرفته بودیم از صاحب بیرون شد. خب این بود انتقال یک میشه ما شما حالا یک پروژه داشته باشیم مکمل. خب این رو پاک میکنیم ایران دلیت میکنیم فرض میکنیم به صورت ایر انتخاب میکنیم تا اینجا کلش گادر بگیریم. خب همین گادر رو میخوایم انتقال بشه کلش انتخاب میکنیم سلکت یا سلکت آل سلکت آل میگیریم حالا میتونیم میره انتقال بگیریم کات کلش پس دوباره پیست فاصلش میگیم به همین فاصله یه انتقال کنه اوکیش میکنیم سکر تغییر موقع داد میتونم همین کل پروژه هم انتقال بسته کنترل زد میگیریم یا از قسمت اندروش میگیریم این بود از این پس کنترل زد دیگه میگیریم که بیاد. خب گزینه دوم کس کپیسته فعلا غیر فعال است پس ما شما باید پروژه رو انتخاب کنیم یا جایی رو که میخوایم انتخاب یا نقطه انتخاب آره یا نقطه هر چی که میخوایم انتخاب پس این بار کپی میگیریم اصلش باقی میمونه پس دوباره اگه پیست کنیم هم وظیفه است موقعش آیا نظر می سی سی میگیم بله می سی سی اصلش باقی مون یک بار دیگر اضافه تر ما رو چی کردیم کپی. خب پس دوباره در ادیت میریم و اندو پس. خب بعد از این ما شما داریم که دیلیت چی دیلیت از این قسمت ما شما کار کنیم اینی دیلیت چی از این دیلیت بگیریم حالا اندو بگیریم کیبورد چی ما شما پروژه رو انتخاب کنیم یا همو المان ها را انتخاب کنیم بعد از او از اینجا دیلیت بگیریم هر دوش یک کم است. خب بعد بخش بعدی هست به نام ریپلیکیت که این تکراری هست مثلا تکرار کردن اما وظیفه کپی و پیست داره با فرق از که در ریپلیکیت ما تعدادش هم میتونیم در اینجا خواهم یک بار گرفتیم یک بیم رو یک بار پیست کرده میتونیم یک دانه ایزار اما یک زمان ما دو دانه سی دانه کار دارم پس از ریپلیکیت استفاده میکنیم. خب پس ما ساده تر میگیریم که همه راحت تر ما بفهمیم پس ایر انتخاب میکنیم کلش آلی میریم دیلیت میکنیم دیلیت میکنیم
یک دانه گاردار کار دارم فرض میکنیم جی رسم میکنیم سیستین یا به این شکل رسمش میکنیم یا باشه فهمه. خب یک دانه گاردار رسم داریم، میخوایم میره آل رپلیکیت کنیم در ادیت رپلیکیت. در رپلیکیت ما هم لینر داریم و ریدیال داریم و میرور داریم ستوری داریم. در لینر همه وظیفه پیست انجام میده کپی پیست، ولی با این فرق تعدادش زیادتر میشه. آره. اما اندازه سه در سه مثلا این اضافه میکنم، میگم که در اکس هم سه باشد انتقال کنه، در وایش هم سه انتقال کنه، ولی تعدادش این بار مثلا میگم که دو تا یا سه تا یا چهار تا هر قدر که میمونه، مثلا چهار تا میگیرم. اینجا هست دلیت اورجینال، اونو ما اصلش پاک کنه یا نکنه. خب اگر خواستم که پاک کنه اینی میره این تیکش میگیریم، اگر نخواستیم فعلا نمیخوایم پاک شه، باز بالای زی کلیک میگیریم کپی کرد چهار دانه مو تعدادی که خواسته بودیم به مو تعداد چهار دانه کپی کرد، یعنی چهار دانه کپی کرد ولی اصلش پاک نشد. یک بار برگشت پس انتخابش میکنیم، باز هم میریم در رپلیکیت و این را میگم که اصلش پاک کنه، باز هم امو به همین فاصله هایی یک سو هایی که داده انتقال کنه، اوکیش میکنیم اصلش پاک شد وجود نداره دیگه. خب پس کنترل زایدش میکنیم، باز هم کنترل زاید. خب بعد از او داره ما شما ریدیال. ریدیال چی کار میکنه؟ مثلا نیمیر ما میخواییم به چرخش بدیم. خب بیر انتخاب کردم، میرن در قسمت ایدیت و رپلیکیت، حالا به اساس ریدیال یک زاویه بخشش آیا نظر به وسط یا اسپیسیفای؟ اسپیسیفای زمانی گرفتن ما یه باز هم قیمت ایکس و وای بر بیتن برشن، مثلا قیمت ایکسش مثلا این ایکسش سی، وایش هم باز هم نظر به سی سی حرکت کنه، ولی چقدر؟ من میگم که فعلا 90 درجه است 14، چون هر اطراف یک نقطه 360 درجه که 360 درجه ما به چهار قسمت اگر تقسیم کنیم 90، هر قسمتش 90 درجه نظر به تان مثلثات. پس آله اگر ما 10 قسمت بگیرم، 10 قسمت بگیرم چون 360 است، این 18 خب 36 میشه، 36 میشه. خب من میگیرم میگم که نمبرش 10 تا نباشه، ولی زاویه بین اینها مثلا میگیریم که 18 درجه باشه بشه. خب اینی تعداد زیر با باید اضافه کنیم مثلا یا 20 تا نمیگیریم. آره آره اوکیش میکنیم به شکل اون اطراف زمین فاصله داده بودم بشه چرخش داد. خب یک بار دوباره کنترل زایدش میکنیم، کنترل زاید باز انتخاب میکنیم، میریم نوی دیگه. خب انتخاب کرده ریدیال انتخاب میکنیم، میگیم که به اساس این دیگه حرکت نکنه، این اینجا هم صفر اینجا هم صفر، ولی 20 دانه نه 10 دانه اوکیش میکنیم، بازم به اون فاصله حرکت. خب باز کنترل زایدش میکنیم، انتخاب میکنیم، این بار میگیم در اطراف خودش چرخ بخوره، این باز ریدیال انتخاب میکنیم، این در اطراف سنتر، سنتر که گرفتیم 18 و 10 درجه. آیا اصلش پاک کنم؟ اگه اصلش پاک نکنم این در اطراف ازی اینجا حرکت کرده خورد شده. پس ما شما باز هم یعنی کنترل زاید میکنیم و ایرم میگیریم. خب این بود ازی. پس ما شما میگیم در قسمت ریپلیکیت و حالا ریدیال. خب در اطراف ازی حرکت کنه، specify فاصله زیاد هست اینقدر، مثلا ایرم صفر میگیریم ایرم صفر میگیریم. خب اگر بخوایم که را در اطراف یک نقطه مشخص این چرخش بدیم، آله هست اکسش 7 اشاره، یا این دیگه قسمت اگه ما شما ببینیم 7 اشاره 32 و وایش در اینجا هست 7 اشاره 32 و وایش آره این اینجا نشان بسنه حدی وسط از این، یعنی وایش 14 اشاره 63 وایش هست 7 اشاره 32. پس مثلا در حدی وسط از این ما شما در خانه 9 این را چرخش بدیم. پس ما انتخاب میکنیم ریپلیکیت و ریدیال اسپیسیفای در مثلا 9 و 9، این را ما شما بهمی چرخش بدیم به این شکل در اطراف نقطه
خودش چرخش داد. خب ولی این چیزی که این خیلی ما هایی چند پشنامه هایی رپلکه در اطراف از این اینیش 36 بسازم. این اگر 36 بسازم ایشه ده این رو که کنم باز نقاط هایی که مانده خب میشه باز از استفاده کنم. باز بینید در قسمت draw point نقاط در جایی که میخواییم اونجا فرزنگ اینجا یک نقطه میمانیم در نقطه تقاطع زنا نیریم میگیریم که نقطه تقاطع زنا نشان میتواره باشه. فعال است سنپ فعاله چرا نشان نمیده این اینا نشان میده. خب سنپ تفعال کنه نقطه رو نشان آره. و این آل یک طریق دیگه هم میتونیم که این نقاطی که تقاطع کرده اینا با هم دیگه یاره ما شما چی کنیم این انتخاب میکنیم کل دار پس در قسمت ادیت میریم و این اینجا داریم دیواید لاین در قسمت دیواید لاین و اینجا دیگه چی داریم الیجن پوینت لاین ایج در قسمت بیم این اینجا نشته هست که تریم لاین ابجکت و ترین لاین ابجکت این قسمت ترین لاین ابجکت انتخاب کنیم نقاط که نه با هم دیگر تقاطع کردن این حالا نه ترین شدن قطع شدن میشه به این شکل حال نمون نقاط چه شد اگر کدام چیز ما در اطراف از این چرخ بدیم و اون اون میگیرم. خب پس این رو کنترل زد میکنیم اینمو خب کنترل زد و کنترل زد این بود وظیفه از قسمت خب رپلیکه دیگه رپلیکه چیست؟ فعلا میبینیم در طبقه آخر هست دیگه طبقه وجود نداره پس ما در ایدیت رپلیکه و در قسمت داریم که ریدیال خب این کار شد سپسفای سندر حالا میرور کار میکنیم میرور در بزار خوبتر میگه که این کار کنیم این دلیدش میکنیم ولی یک خط این اینجا میکشیم و شما یا یک گاردر در اینجا رسم میکنیم میخوایم امیر در جای دیگه هم این را میرور کنیم به صورت آینوی ایده ایتر است ولی پیش از او باید ادرس های زیر باید بفن که این نقطه هست در اینجا پایین 7.32 و اینجا هست 14 و ما شما پیش از این میرفتیم در قسمت ایدیت و ایدیت گرید دیتا بگذاره نمیره قیمت های مشخص تر برای زیر وضع کنیم پس من در مودیفای که در سا گذاشتیم شما بود در قسمت سپیسینگ میگم همی افت نه میگم 6-6 فاصله زنا خوب است که ما شما رو گیج نکنه فعلا در اونجا وایش هم اینجا 6-6-6 ایرم اوکی میکنیم اوکی و ایرم اوکی میکنیم فاصله ما 6 شد. خب ایرم انتخاب کرده دلیدش میکنیم میخواییم که گادر رو رسم کنیم میزیم افتاد تا بایدیم اینی میرو بخواییم میرور خب میم سلیکت انتخاب کرده ایر سلیکت میکنیم بعد از آمده در ایدیت و رپلیکیت میکنیم خب پیش از او فاصله های زیر بخواییم این مستق به این زدی سلیکت مزنی؟ آه این سلیکت است سلیکت آبجکت خب پیش از اینی هست 6 این هم چند است؟ 12 وسط از 6 تا 12 9 نه؟ خب 9 بالایش هم 9 پس اگر ما بخواییم گیره میرور کنیم مثلا آینه فاصله تصویر را آینه مساوی هست با فاصله جسم تا آینه اینجا ما مشکل میشه پس ما این نقاط وسط از این 9 هست انتخاب کردم میرور میگیریم پس میرور اینو نظر به ایکس شم 9 قیمت میدیم نظر به وای شم چند 9 قیمت میدیم خب اینش فعلا 0 میگیریم خب آیا اصلش را دلیت کنه یا نکنه این رو اوکی میکنیم اینو میرور کرد در قسمت پایین آمد ولی این نظر به خود از این میرور کرده اما نوع دیگه ایجا پس این انتخاب کردم می میرور میگیریم میرور و باز این بار نو نو قیمت دادیم برای زیم نو قیمت دادیم نو این رو کمه کنیم خب این بار چرا کار نکنیم ایدیت ریپلیکیت و میرور خب یکی ایکس یک داریم و یک وای یک داریم ایکس یک کجا هست و وای یک چیست اینی قسمت پایین ایکس هست اینی ایکس یک و این خب آره اینی قسمت بگذاریم که خودش بگیریم
این اگه ما شما x یک بگیریم فعلا x یک ما شما 6 هست. 6 هست. خب و اینجا اگر بالا بریم x ش چند هست؟ 0. خب ولی اگر اینجا میخوایم میرا قیمت بتیم اینجا x ما هست 12 اینجا x چند هست؟ 18. x 12 و 18. خب اینا اینجا x اول ما شما باز هم 9 هست ولی در بالا بریم x باز هم 9 هست. پس که 9 و اینجا هم 9 ولی وایش باز وای باید قیمت بدیم اینجا. اینجا وای چند هست؟ وای 12. و اینجا وای چند میشه؟ 18. بودیم وای نمونج قیمتش سهی وازه کنیم. پس حالا میم در اینجا رپلیکیت اینجا میرور. خب x یک که اینجا x یک 9 وای یک وای یک اینی نقطه چقدر بود؟ 6. خب اینی رو ما و شما چند میگیریم؟ 6. وای 6 بود پیکسل همین بگیریم وایش نه 12 وای 12 است. خب پس میم اینجا میرور وای رو نمیگیرم 6 12. خب x دو بالا اینجا x دو بازم نو اینده میره خط قرار میگیرم x دو ولی وایش چند میشه؟ 18. ناخرین خط 18 این رو اوکی میکنیم این میرورد کنیم. باید اینی قیمت x را از اینجا بگیریم نظر به محور x و قیمت y را از این طرف بگیریم نظر به محور y. خواهی میرم بخواییم میرور کنیم طرف پایین باز هم باید امکار کنیم انتخاب کرده میرم ولی حد وسط از این باید در نظر بگیریم y این اینجا y چند است؟ 6. y 6 x 0 است. خب میخوایم که نظر این اینج 12 پس نظر به نوع وای ما میخوایم میرور کنیم بشه. خب پس میم ادیت رپلیکیت باز هم میریم در میرور و این بار وایش نو باید نو از کنیم ایره 12 میگیریم اینی رو نو میگیریم برعکس باز میره در این طرف آخرش بیم قیمت دیره نظر به این نقطه دیگر به نظر بگیریم. خب اینش خود 9 12 شد یک بار اوکی میکنیم این یک چیز دیگه جور کرد که نتانیم مثلا همون نقاط زیره. خب اینی نقطه ز چی است؟ اکسش 18 آره سرچپای طرفه اکسش 18 وایش چند است؟ 6 است. میخوایم دینی وسط بیه پس اکسش باز هم 18 وایش آره وایش 9 وای این قسمت نو اکسش 18 بدین میان رو دینجو از پسیر انتخاب کرده مردوشه بایم میرورد. خب این اکس دو رو میگیریم 18 وایش چند؟ نو این رو اوکی میکنیم منظم میرورد دیدیم پیشتر میرورد خراب شد. خب یک زمان میشه که من میرورد ما شما کار کنیم در کار ما باشد این بود وظیفه میرورد و بعد از دو رپلیکیت داریم فرض میکنیم این اینا رو فعلا میبینیم در 3D که در فقط طبقه آخر قرار داره و در قسمت رپلیکیت ما داریم استوری. حالا میخوایم این گادرهایی که ما داریم در طبقات 3 و 2 هم قرار بگیره فقط 3 و 2 انتخاب میکنیم باز هم همون گپ دیلیتورژنال است که خب یک چیز دیگه ای که اینجا قرار داریم مثلا آپشن هست که در کل زنا چی هم مشترک کار میشه نه قسمت آپشن فرض میکنیم ما بعدا پروژه کار میکنیم قیمت مس کتله و کتله هر جنس را برش دادیم مثلا تمام قیمت گذاری کردیم تمپریچر لود را بار حرارتی که اینجا گفتیم بارای حرارتی مثلا لنگ ها آفست ها مثلا کل و قوه ها تمام چیزها رو برزی دادیم کتله ها را در اینجا هست پوینت بخش یکش هست پوینت آبجکت آپشن هست یعنی بارهای نقطه‌ای کتله های نقطه‌ای و تمپریچر و چی بارهای حرارتی نقطه‌ای در اینجا هست بارهای حرارتی خطی بارهای مثلا بارهای تمام بارهای به صورت خطی قرار میگیره در اینجا هست اما تمپریچر از لود است مثلا پوینت لود است کلشان به صورت خطی اگه قرار بگیره میتونم از اینجا کدام تغییرات بیم آره و در اینجا اونمو بارهایی که به صورت ایریا یا مساحت است مثلا بارهای سلاب بارهای مثلا منتشره بارهای منتشره بارهای مثلا خطی بارهای نقطه مگه بار غیر از وزن جسم بگه برف مثلا یک برابر برف مثلا یک چیز میفتن خب بله اینمی باره ها را آیا میخواییم که اینمی چیز را که ما انتقال میدیم از طبقه بالا طبقه پایین یا از طبقه پایین به طرف بالا
یعنی ریپلیکیدش میگیم، تکرار میکنیم، کدام از اینا انتقال کنه، کدام از این بارها انتقال نکنه. پس ما هر کدامش را که تیکش برداریم انتقال نمیکنه، اونایی که تیکش باشه اونا همراه از اون انتقال میکنه. پس میگم نه، کل زمین و بخشا چی کنه؟ انتقال کنه. خب بس کار، خب اوکیش میکنیم، میبینیم که اونمون چیزایی که ما انتخاب کردیم حالا چی کرده؟ انتقال کرده. اینجا یک بار کلیک میکنیم، یک روتیشن میگیریم، به این شکل روتیشن گرفتیم، میبینیم که همه اجزایی که ما ریپلیکیت کردیم در تمام طبقات چی شده؟ انتقال کرده. خب این بود بخش ایدیت و ریپلیکیت. شما در قسمت ایدیت گرید دیتا داریم که ایر ما شما در اینجا هم کار کردیم، بعد اینجا کلیک چی از این قسمت کلیک کنیم، رایت کلیک کنیم، ایدیت گرید دیتا، چی از اینجا از ایدیت بیم هم بخش اینجا خب در اینجا رایت کلیک میشه و اینجا ایدیت گرید دیتا ما مثلا میخواییم اینمی گرید لاین های خود خط گرید لاین، که خط گرید لاین کجاست؟ این یا خط گرید لاین است. اینی میار رو میخواییم که چه کنیم؟ تغییرات بیارم، کم کنیم، زیاد کنیم، دور کنیم، نزدیک کنیم، بی تغییرات ها زیست نظر به نیاز. مثلا ما پروژه رو کار کردیم، یه ساختمان رو میخواییم وایه ها رو تغییر بدم، آیا کل ساختمان رو پس دوباره من از نو جور کنم یا نه من از این چم میتونم، از این چم میتونم یا گاه اضافه کنیم یا کم کنیم؟ بله اون از این چم. خب پس من اینجا کلیک میکنیم ایدیت گرید دیتا بالا از این در اینجا هست. خب add grid select point هست برای زمان نقطه بتیم برش و چی هست؟ glue join grid line هست و اینجا lock screen. اول این لاک اسکرین را فعلا چی است؟ محکم است. خب فعلا که محکم است، ببینید من این را اچ انتخاب میکنم، گرید لاین ها انتخاب نمیشه، دیلیت نمیشه، حالا دیلیتش کنه هیچ کار چش کار نمیکنه. خب انتخابم نشه. پس اگر ما بیم از اینجا در ایدیت گرید لاین این غیر فعالش کنم، حالا بیا که انتخاب شد دیلیتش کنه، دیلیت شد. یعنی خوب است که همیشه چی باشد و فعال باشد و نمون که گرید لاین ها دیلیت نشه، پس ما فعال میکنیم. پس فعال کردیم، حالا دیگه لاک شد. خب بعد از اون ما شما ایدیت گرید دیتا، حالا خود ایدیت گرید بالا ایدیت گرید کلیک میکنیم، اینجا قسمت گلوبال هست. گلوبال اینمی گلوبال هست که از اینجا یعنی اونمی مختصاتی که ما شما روی زی فعلا کار میکنیم. اگر شما نو ساختیم بالا ازی کلیک میکنیم، مختصات جدید شما اینجا درج میکنیم، ولی با چی اکسی با چی وای قیمت میتونیم بهش اوکی میکنیم و نمو مشخصات اینجا اضافه شده. اما بعدا روی صفحه هم چی میشه؟ اوکی کنیم اضافه هم. ولی من نمیخوایم به میباشد یه میگم دیلیت سیستم اونمو، ولی اینی رو دیلیت کده نمیتونیم هر که نو جور کنیم ما رو میتونیم دیلیت کنیم. خب همه رو کاپی میکنم، نیاز است یا نه؟ خب فعلا میگم بدم اینی کافی است، اینی مودیفای میکنم، تغییراتش میارم. خب چی تغییرات میارم؟ فرض میکنم آله من میخوایم که اینی فاصله 6 متر بود، آله یک گاردر همه هم رسم کنم، اینی فاصله غلط شده است پیش ما، این هم من اینی فاصله را کم میکنم، این طرف میارم مثلا 8 متری میگم وسط از این بود. بله میمال ایدید گرید لاین از اینجا باید اسپیسینگ باشه، اردنیت و اسپیسینگ فرقش گفتم. حالا مثلا این یکی رو من 8 متر میگیرم باش 8 متر 8 متر اینجا دارم گروه گرید لاین، حالا فعالش نمیکنم، این رو اوکی میکنم، دیسته دیروز هم کار کردیم اینا رو. خب وایز هم اوکی میکنم اینا. ببینین که گرید لاین حرکت کرد آمد، ولی اینمی گاردر که داشتیم سر جای خود باقی مونده، هیچ تغییر نکرد. خب برای از اینکه ما ایر انتقال بدهیم از اینجا من میگم آل استوری میگیرم، یک گاردر پس ایر یک کنترول زایدش میکنم و یک گاردر اینجا هم رسم میکنم، اندو میکنم بس آره. کنترول زایدی اندو، اینجا یک گاردر رسم کردیم. خب میخواییم امی گاردر هم انتقال کنه با امی گرید لاینی که من تغییرات میارم، پس میریم در ایدیت گرید لاین و از اینجا ایدیت گرید و از اینجا مودیفای آل اسپیسینگ کیلوگرم متر سیس میگیم فاصله 8 متر باشه، 8 متر آل اینی گلو تو گرید لاین از اینجا فعال میکنم، گلو تو گرید لاین بوکش میکنم، از اینجا بوکش میکنم. آل همزمانی که همزمانی که گرید لاین ها تغییر کرد، فاصله زیاد شد، خود گارا همزمان کل گارا رو ببین که اون طبقه از بالا تا پایین کل طبقه فاصله هایش. اگر ما واقعا میگم این تغییرات آمده، میریم قسمت دایمنشن لاین فعال میکنیم، میگم اپلای تو آل ویندو، این را کش میکنیم، این
فاصله 7 اشاره و 100 نشون میده. خب اگر باز کنترل زدش کنیم هنالی، خب یک بار دیگر میریم میره یک ریفرش میگیریم، ریفرش هست ها؟ آره او ریفرش هست. میره غیر فعالش میکنیم یا یوز دیفولت میگیریم، اوکی میکنم. خب گرید لاین را دایمینشن لاین چرا فعال است آنوزه، یک بار دیگر را انتخاب میکنیم. خب بگذاریم نام خیلی پلان، اوکی. خب دایمنشن لاین ازی باید غیر فعال شد. حالا پس میم قسمت دایمنشن لاین فعال غیر فعال میکنیم. دایمنشن لاین اپلای تو آل ویندو میرم اوکیش میکنم. پس دوباره میریم میبینیم چون حال کم گرفتیم فاصله ایش دوخ میفهمیدیم 6 متر است. چون از اینجا میفهم در این قسمت قیمت اکس اینجا هست 6 متر این اینجا و اینجا قیمت 12 متر فاصله فاصله بای نزونا چند است؟ 6 متر است. از اینجا میفهم از اینجا پس میم گرید لاین فعال اپلای تو آل ویندو اوکیش میکنم. و هی در کل پس امون سابقه رو شناخته چون گرید لاین تغییرات داره. دایمنشن لاین اپلای تو آل ویندو اوکی. خب بعد از این ما دارم در قسمت ایدیت گرید و چی گلو تو گرید لاین از اینجا چون اینجا گلو تو گرید لاین فعال هسته دایمنشن پیشتر اون قسم میگرفتم دایمنشن اپلای تو آل ویندو اوکی. نی باید من مکم گرفت باید نگیره آره باید اون فاصله کلی رو خود نظر و خود ازی باید بیره برسد. پس اینجا در ایدیت گلو تو گرید لاین در گلو تو جوین ایره مو گپ هست چی از اینجا فعال کنیم گرید لاین در چی از اونجا فعال کنیم دیگه گپ همه من که زمان که در ایدیت گرید میریم مدام مودفای میریم این اینجا هست هایت آل گرید لاین این همی گرید لاین های خود غیر فعال میکنم کلیکش میکنم کلیکش میکنم هیچ گرید لاینی نداریم فقط اونمو گاردار رو برای ماش نشان میدهیم. پس من میگم نه باشد برای ما خوب است یک زمان در کار داریم یک زمان کار نداریم میگم خیلی است فعلا باش. خب و در اینجا داریم که بوبل سایز این بوبل سایز کجا هست اینی گفته چی کنی پخانگه کار خمه اینی پخانگه کار اینجاست اینه میارم میخواییم که خورد کلان شما. حالا مثلا زمانی که ما میریم در بگذار کمی چی رو فعال کنیم باز گرید لاین آره اینی هایت گرید لاین ها فعال شد والا ازی کلیک میکنیم میرم کلیک میکنیم فعال اینی بوبل هستن فعلا اگر خواستیم می خورد شد میتونیم خورد کنیم میتونیم کلان کنیم. پس میریم در ادیت ادیت کرید دیتا ادیت کرید و مودیفای حالا سایز این فعلا هست که 1.52 من میگیرم مثلا 3 یا این رو اوکی میکنیم از اینجا هم اوکی میکنیم ببینیم اندازش چی شد کلان شده. پس میخواییم امورا حالت گذشته برای اینه و پس کلان شده این تغییرات ها رو ما شما میتونیم بری بیر. خب بعد از این ما شما داریم در قسمت ادیت گرید و این قسمت کار شد. خب اینجا داریم که اد گرید سلکشن پوینت یک زمان ما فرض میگم یک نقطه اینجا میمانم درا این پوینت میگم اینجا یک نقطه میمانم آله اینم این نقطه خود انتخاب میکنم میگم برای زمین ات کی هست هر فاصله ای که هست و هر ایکس و ای که دارم میگم برای زمین گرید لاین پارت من در ایدیت و حالا ایدیت در قسمت ایدیت میگم ات گرید لاین سلکت آله میگه که نظر به گلوبال پرتم یا نه فعلا خود دیگه ندارم دیگه مثلا مختصات نداریم فعلا آیا ایکس پرتم یا وای را میگم اگر وای را پرتم اینو بر ما وای را انداخت میگم بر ما ایکس هم پرتم در ایده میگم این بار بر ما ایکس کل ایکس نظر به این می نقطه بر ما شما پس این بود وظیفه اد گرید لاین اینا دی فاصله شما از کجا پیدا کنیم این مثال اینجا ضرورت دارم یکی اینجا فاصله خاص محسوس چه قدر بوده مثال این دایمنشن لاین اینا مو فاصله است برای ماش ما نشان میتنید بالا چه قدر فاصله خود از ایر باز اینجا است که نکنم پیدا کنیم یک نقطه رو مثال دارم یک نقطه معیار کنیم در ویو میجر میجر لاین میجر لاین این از اینجا از کجا میخوایم ببینیم از این چرا تا
تابه اینی فرض مثال از اینجا تا اینجا 6 6 6 6 12 این حال سای کنیم اینه با اونجا نشته شده آه. ایلش 2 اشاره چند است؟ 2 اشاره پس از کجا مین؟ اسکیپ میگیرین مثلا مین در قسمت ویو میجر اندازه کن چی را؟ لائن را یا در یک بار کار کرد نه یا لائن را خب لائن را میگیریم این نقطه یک بار کلیک میکنیم تا کجا را میخوایم ببینیم این تا اینجا آمدون ایل مسایی با چند است؟ خب با درشون یکی بگیریم در اونجا کش کنیم خودشون شان میده که تا اینجا میخوایم ببینیم خودش رو مثلا دو واده ده یا دو واسه مثلا آره. اینجا مثلا کم کم کاش آره. تا اینجا میخوایم و نه تا که به یک تقاطع گرید لاین نباشه نه ما میگم دو واسه کی شاو بخوای که اونجا یک نقطه آه خیلی زیاد طریق مثلا این اینجا از چند است این اینجا اکسش که ما خود ما میخوایم مثلا کلکین انداختم میان تن است کلکین دروازه در سای قبلی انداخته اکس 6 است وایش 0 است وایش آره آله ما میخوایم که ما x زیر حرکت کنم روی x فرض ده 7 این حال ده 7 خب باید اینجا یک نقطه پرتیم مثلا با فاصله چقدر اینه که بعدا درا پوینت کار کردیم درا پوینت درا پوینت مثلا x اش چند 7 y اش چند 0 این اینجا با ما از اینکه ما کلیک میکنم وانه 7 نقطه انداخت کنترل دایی مثلا اینیزی نقطه بگنه 7 پرتو اینی 6 است اونو 7 خب این راه ها رو وجود داره در ترسیم دروازه کلکین ما شما کار کرد خب بعد از این داریم در قسمت خواهی تغییرات که ما شما در پلان آوردیم حالا به الویشن یا در ارتفاع یا در استوری چی تغییرات های آورده همه تنیم در اینجا داریم ادیت استوری دیتا ادیت استوری و انزرد استوری یا دلیت استوری استوری یه طبقه رو میدم ادیت تغییراتش میارم مثلا حالا اینجا میرم باید در خواهی رو بیارم که دایمنشن لاین غیر فعالش کنیم پس میرم در الویشن که ارتفاعی بر ما شما نشان میتونم میمین این ارتفاع است خب فعلا اینجا دارم که بیس استوری 1 استوری 2 استوری 3 استوری 4 ما میخوایم که در وسط از اینا یک استوری یک مثلا چیز اضافه کنم خب بگذار کم برای از کل از اینا یک گاردر بگیریم خب میریم در پلان این رو کش میکنم چیزی که داره از سلیکت آل میکنم کار ندارم این را فعلا دیلیتش میکنم ولی چیزی که کار داره خب میرم اینی گرید لاین ها را هم از بین میبرم میرم در ایدی گرید لاین در گرید لاین هایی که ما چیزایی که اضافه گرفته بودیم لوتو گرید لاین اینی گرید لاین ها را ما شما اضافه گرفتیم خب پس ما شما یک بار نگرمه مثلا ایدی چرا اینی قسمت فعالش میکنیم میگیم اینی دوتا گرید لاین کار ندارم اینی دلیت چا اینی به درد از ایچی میخورم پس ما شما میم پس دوباره در قسمت ایر غیر فعالش میکنیم لاک شد که دیگر دلیت نشد حالا یک نقشه خوبتر به دست آمد خب من اینی رو انتخاب میکنم از اینجا هم آل استوری میگیرم که کل برای ما در کل طبقات کار در رسم شد و کالم هم میگیرم که در کل طبقات برای ما کالم رسم شد خب پس کاری که داریم حالا در الویشن میرم میبینم الویشن طبقات ما شما هست طبقات 1 2 3 4 وجود دار خب ما میخوایم یک طبقه در وسط 2 و 3 یک زمان پروژه رو کار کردم تغییرات آمد یک طبقه رو در وسط زیاد باز اضافه میکنم حالا چطور کردیم پس از نو کار کردیم نه میم در ادیت باز دوباره در قسمت ادیت استوری حالا ادیت استوری بالا از کلیک کردم اضافه شد خب در این قسمت ما شما باز قیمت هایی چی رو داریم چی سلام میکشه خب من پس دوباره سر در قسمت ایدید خب ایدید استوری خب در این قسمت ما شما در اینجا داریم طبقه بیس 1 2 3 تا 4 هایدش ارتفاعش هست اما یوسف آرام باش یوسف خب هایش میخواییم اینی میره فاصله زیر مثلا کلشان از 3 سانتی متر جور کنیم این شکل 3 سانتی متر کلشان اینجا این اینجا الویشنش از ارتفاع بیس یا مثلا تهداب ما شما در 0 قرار داره و آله
مثلا سه زیاد شد رفته تا بالاخره 12 ارتفاع نهایی از زمین 12 متر. من میشه که نمی ارتفاع را حاله مثلا یک زمان میشه که من صفری نباشه آه مثلا تکاو مندازیم مثلا تکاو را ما انداختیم 2 متر منفی 2 متر پایین و من از اینکه من یک جای دیگه کلیک کنم حالا ببین طبقات تغییر کرد یعنی که طبقه اول ما 1 متر بالا میره طبقه 2 4 متر میره بالاخره تا بالا خب حالا اینجا اگر بیم این رو اوکی کنیم ببینید که اینجا متعمل تغییرات میهنه x y ما اینجا 0 بود این قسمت ولی اینجا ببینید که y قیمتش اینی قسمت زید ببینید زید قیمتش چند شده؟ زید قیمتش منفی 2 شده ولی اینجا ببینید قیمت مثبت 1 شده اینی می سطح صفری سطح زمین شده خب این تغییرات رو پس میریم ندیدید استوری حالا از این کلیک کرده خب پس میتونیم صفری جور کنیم میگم در سطح صفری کار کنم میشم پس حالا تولی خودم میگیره از اینجا اوکی کنیم دیگه اینجا ماستر استوری اساس تمام طبقات ما کدام باشد مثلا من کدام را اساس قرار میدم و دیگه را به اساس زود دیزاین کنیم حالا اگر شما خواستیم طبقه استوری 4 در نظر بگیریم چون فرق داره طبقه بالا با طبقه پایین مثلا 34 فرق داره چون 4 طبقه داریم طبقه 3 بارهایی قرار میگیره بار مرده و زنده همزمان جمع میشه ولی در طبقه آخر تنها بار برف است قدر زیاد چی نداره ولی اساس ما کجا رو بگیرم مثلا میگیرم 1 پس حالا ایره 9 میگیرم ایره 9 میگیرم این ایره یس میگیرم اساس میگیرم ایره یس میگیرم خب حالا کل طبقات از روی زید نظر گذار میشن میگه میرم به اساس ای. خب اینجا سیمیلر تو اینجا میگم اینه می طبقه 4 ما برابری با کدام از زیاد باشد میگم نباشه فعلا چون طبقه آخر باید کدام زیاد برابری نداره دیگه فرق داره باز لحاظ بار گذاری خب اسپل پوینت خب اینجا کلش 9 هست و اینجا هم قسمت اسپلیس هایدش ارتفاعش هم 0 هست و اینجا ما هیچ میتونم از قسمت تغییرات بریم اونایش میتونم کلوم قیمت گذاری کردیم حالا از اینجا هایدش حالا میفهمیم که کل از این ارتفاعش چند است؟ 3 هست خب ماستر استوری این فعلا اینجا 9 داریم اینا تغییرات نمه و سیمیلر تو مثلا اینجا چی رو گفتم اینجا گفته ریسیت سلیکشن راز همین راههای ما شما با کدام از اینا یکسان باشه سیمیلر تو مثلا فعلا میگیم که نان با هیچ کدامش یکسان نباشه اگر ما انتخاب کنیم با 1 پس اون رو طبقه ما با 1 چی میشه یعنی یکسان میشه خب این قسمت هایش پسی رو اوکی میکنیم مهم تغییرات ها یعنی هست که سطح ارتفاع مشمول تغییرات خب پس حالت صفری رو گرفت در خود ای بود ایدیت مثلا طبقات که پایین و پایین ما حالا نوبت به این مرسه که ما یک طبقه اضافه میکنیم انزرد استوری و یک طبقه دلیت میکنیم دلیت استوری انزرد استوری خب کدام طبقه اضافه میکنیم اینش نام میدیم میگم نه طبقه 4 یک اضافه نمیکنم در بالای طبقه 2 یک طبقه اضافه میکنم ارتفاعش چقدر باشه میگم 2 متر حالا میگم نه 2 متر اشتاد نه 6 متر باشه که مقدار بفهم نمبر آف استوری چند طبقه یک طبقه یا 2 3 تا 4 یک بانجاشه یا 2 3 تا 4 آره یک طبقه اضافه میکنم یا 2 تا فعلا میگم یک تنه طبقه اضافه این زد اول لول و در بالای کدام طبقه اضافه میکنم میگم بالای طبقه 2 اضافه نه بالای 4 اینا کل یکسان است 3 سیمتر خب این بود از این حالا امو گپای کنج بود اینجا هم هستن خب یکی داریم from existing story و یکی داریم نان این چی میگه برای ما شما اینجا replace new story replace اینه که replace it یک replace داریم یک replace it داریم replace it اینه که جایگزین شما تمام بارگزاری ها و کالم ها و گادر ها یا بیم هایی که برای مثلا حالا اگر من طبقه 4 انتخاب کنم تمام مشخصات طبقه 4 به انتقال کنه نه میگم چون بالای طبقه 2 میندازم تمام مشخصات طبقه 2 به انتقال کنه فعلا ولی اول نان را میگیرم و من از اوکی میکنم ببین یک طبقه اضافه شد نه گاردر داره نه کالم داره هیچ نه پس کنترل زدش میکنم کنترل زد ولی البته نمیشه مجبورم پس ما شما در ادیت بریم و ادیت استوری و حالا دیلیت استوری این همزمان کار شد کجا میخوام دیلیت کنم استوری 1 اوکیش میکنم دیلیت و اوتو چی تابس این خوبی رو داره که
آزاد بمیمونم. چیزی رو میخواییم دیلیت کنم، چون میخواییم انزردش کنم، خودش اوتومات مرج میشه. آه خودش چی باید موصل میشه، خوشمند است. خب پس ایدید و یک طبقه اضافهش میکنیم. حالا میگم که با مو طبقات مشخصاتش یکسان باشد. چیزی که طبقه دو هست یم با خود بگیرم. ارتفاع طبقه 6 متر و با بالای طبقه دو قرار بگیرم و نمونهش مانند هم مانند طبقه دو باشه. حالا انتخاب شد، اوکی میکنم. طبقه اضافه شد، تمام مشخصات از نمونه من خود گرفت. گادر و پایه و بار و چیزایی خود 3D هم ببینید، در 3D هم اون حالت رو بر خود گرفته. خب این بود از قسمت. پس میریم در ایدیت و این بار در ایدیت رفرنس پلان. این کار شد، دیلیتش هم کار شد. ایدیت رفرنس پلان و ایدیت رفرنس لاین. خب برای ایدیت رفرنس پلان کلیک میکنیم. آله ما و شما مثلا گرید لاین ایش باز هم اضافه در قسمت گرید لاین هست. اول از اینچه میبرایم که کلیر آل. خب میم پس در ایدیت و رفرنس پلان ما مثلا میخوایم که یک گرید لاین اضافه کنیم، یک طبقه اضافه کنیم که در وسط این زنابه فرض میکنیم. حالا امی ارتفاع زیر میفهم، ارتفاع زیر هست نظر به زید 6 متر اون دو قسمت قیمت و اینجا 12 متر. ما میخوایم که در این قسمت آره مثلا اینجا 6 متر، ما در 8 متری یک تا خط میندازم، انزرت میکنم رفرنس پلان. این اینجا مثلا میگم قیمت در 8 متری میندازم، این را عد میکنم یک خط. خب اگر آل دلیت مودو 5 آل شد، پس اگر ما میخوایم تغییرات بیارم مثلا آل دلم نمیشه که 7 باشد، پس چی میکنم؟ 8 میگیرم، آل میگم مودو 5. این وظیفه مودیفای است. خب این رو کش میکنم، این یک خط انداختم، در طبقات کار میکنه. خب بعد از اون ما داریم که رفرنس لاین. خب یک زمان میشه ما اگر این قسم گرید لاین های اضافه کرده بریم، خب بسیار سرگردانی جور میشه. این در کدام طبقه است، در کجاست نمیفهم. میگم خب این را کنترل زایدش میکنیم، ولی آل میگم نقطه پرده. خب نقطه پرده مثلا کلکین جور میکنم، کلکین جور میکنم، میگم اکسش اینجی دارم، اکسش مثلا میگم در اکس، در اکس 4 و در وایش مثلا. خب ای البته در قیمت اکس وای بر ما شما میکنم که باید در پلان باید ما شما باشه. خب پس ای را کنسل میکنم، اول میریم در پلان، در پلان طبقه 4 میبینیم، میگم کدام چیز کار دارم، یک نقطه اینجی پرده، یک اوپن میخوایم باز کنم، یک چیزی میزه. آره مثال یه بام از در نظر میگیرم که اونجا یک چیزی که باشه، یک چیزی که سراخ باشه، فاصله هرچی که یک زمان مورد استفاده زیاد داره. پس من نقطه میندازم، اول پیش ازی بفهم که این فاصله چقدر است. یعنی ایکس 6 است و ایش 12. من میخوایم در ایکس 8 و وای مثلا 14 یک نقطه پرده. پس میگم در ایدیت رفرنس لاین میگم که اکسش 8 وایش مثلا 12، یک نقطه عد میکنم، یک نقطه نه چند نقطه برده. در یک اکس 9 و وای مثلا 13، یک نقطه دیگه برده. این هم اوکیش میکنم و حالا این اوکی میکنم با همون جایی که ما میخواستیم نقطه هم دارم، این طرف هم دارم نظر به هر کجایی که ما خواسته باشیم در اونجا نقطه میندازم و مورد استفاده خیلی زیاد تر. آله اگر ما هر چیز بگیرم مثلا، آله اگر ما اینجا مثلا بخوایم که تا سلاب رسم کنم، یعنی قسمت خود نمیتونم سلاب نمیفهم کجا هست تا کجا نیست چی هست، ولی اگر رسم کنم معلوم نیست، ولی این قسمت راحت حال میتونم با این نقاط بگیم یک سلاب اینجا انداخته. خب این بود مورد استفاده زی. پس کنترل زید میکنیم و بعد از او داریم در ایدیت رفرنس. و بعد از او داریم که مرج پوینت اینا چطور فعال میشه و دیگه الیجن پوینت، لاین ایج، موف پوینت اینا چکار میکنه. خب ما میخواییم که این نقشه ما اول موف کار میکنم آسان ترس. خب این انتخاب میکنم، میگم کل نقشه ما یا سلیکت آل میکنم، میگم تغییر کنه جایش تا. یا مثلا نه کلش یک بارم که متوجه شد ما این را سلیکت میکشم، کلیر سلیکشن، میگیم اینی نقطه را این تغییرات موف جایش تغییر میدم. پس میگم در ایدیت و حالا میگم که موف پوینت ایریا
باز هم همون قیمت x و y برای ما میده. میگم 2 متر نظر به x تغییر کنه، 3 متر نظر به y تغییر کنه. نظر بزد چون از صاحب خارج میشه و کش میکنه. چون نظر بزد از اون گرید لاین ما شما خارج میشه. این تغییرات اومده. اونقدر که ما گفتم این تغییر کرد. میتونیم یارو موف کنیم جاش تغییر. خب پس کنترل زدش میکنه. این بود وظیفه مو. که در قسمت اینه موف کرد. موف لاین ایریا. میتونم ساحه رو هم تغییر بدم. آل ایریا این مساحت مکمل. اینی رو میخوایم تغییرات بیارم. یا خب بخی کلش ای رو چی میکنم؟ این مزی طرف اینی قسمت رو تغییر بیارم. پس میرم در ایدیت موف پوینت آ نظر به دو دو سه. این امی ساحه رو بخی مکمل نمی ساحه ای که مساحت ایریا رو تغییرات میکنه. خب بعد از اون دارم پیش دید الیجن پوینت. خب مرج کار میکنه. در قسمت مرج ای چی میکنه؟ مثلا ما شما اینمی ساحه را انتخاب میکنم، اینمی دوتا خط را انتخاب میکنم. آل موو فهمیدیم دیگه. میگم موو کنم به اندازه فعلا ایش صفر میسازم، میگم من اکس به اندازه 2 متر تغییرات بیارم یا 1 متر میگیرم. 2 متر هم میشه تغییرات بیارم. فعلا این 1 متر حالا دور شد. هم دیگه دور شد. خب اگر ما بار پرتم هر چی پرتم دیگه ایره انالیز کرده نمیتونه بعد این تیرد مکس بر ما اتابس. خب چیکار میکنیم؟ این رو باید جون شود اینجا. پس آره جون شود با او یک جوی شود. پس ایره انتخاب میکنم. خب اول خب یک تانش میگم چون جدا جدا کار کنم. خب تبس ایره انتخاب میکنم میگم جون شود با اینی هر دوش انتخاب میکنم. زمان که انتخاب کردیم آله. خب یا بخی مکمل ایره انتخاب میکنم میبینه قسمت این حال مرج فاید مرج پایین حالا از این کلیک میکنه اینه اونجون ما حدود داره که در قسمت مرج تولرنس یا تولرنسی که اینه می فاصله دارن با هم دیگر یا فضا جداش بین زنا ایجاد شدن چقدر است 1 متر بود. حالا اگر من نیم متر بگیرم خب سر از او کار نمیکنه. بسیار بسیار مهمه که ما این نقطه هم دقیق به خود نظر و خودش بگیرم. اگر مثلا 10 متر بگیرم کل نقاط رو با هم دیگر چه میکنن اینه؟ چون فاصله بین اینا 3 متر است. پس ما یک واحد مشخص پرتم کنم اون مرج کنه. آله چون فاصله اش 1 متر ما انداخته بودیم اگر 1 متر بگیرم چون خب این خب در یک نقطه است. الان میشه یک زمان کل ساختمان. این خب ما از دور نمیفهم. مثلا اگر ما را زوم ان کنم یک زمان میشه که زوم این باشد ما ایت نمیفهم میگم شاید یک چیز باشد. خب حال خویر کلان گرفتیم اگه فاصله مثلا 0.4 باشد 0.5 باشد میشه که فاصله ایجاد شد ولی ما نمیفهم. پس میگم در مرج خب یک حدودی برای زیر وضع میکنم میگم در فاصله 1 متری هر چیزی که وجود داره اینو مرج کن. پس مرج با هم دیگه. خب پیشتر نقاط آله هر قدر که زوم کنیم حالا هر قدر که زوم کنیم 1 نقطه است. هر قدر که بازم زوم کنیم اونم 1 نقطه. هر قدر که بازم زوم کنیم اونم 1 نقطه است. یک جای شده دیگه. خب میشه ما یک زمان مثلا یک گادر را با هم وصل کنیم رسم کنیم این یک گادر اینجا و یک گادر دیگه میم این زوم میکنم به این شکل این اینجا این اینجا رسم میکنم فرض میکنم این نقطه این اینجا رسم میکنم. خب آله اگر ما برو میری قسم بگیرم اون تقریبا 1 نقطه مالم ولی تا هنوز جدایه. پس ما اردویش انتخاب میکنیم این در سلکت. خب در سلکت آمدیم پس ما این در قسمت ایدید و حالا این مرچ. خب او چقدر فاصله بود میگیم دمی فاصله حالا اگر 0.5 هم بیدیم چون فاصله زیب کم بود یعنی سر از او کار میکنیم آله نمی رو برن ببینیم 1 نقطه. خب اگر مرچ نباشد اگه اینا با هم جوین نباشد ساختمان هیچ وقت انالیز نمیشه. زمان که انالیز میکنیم یک پایه جدا سل میخوره دیگه هیچ به درد نمیخوره. این برای ما شما آوتپودی نداره. خب پس ایره کنترل دیت میکنیم این ایره کار نداریم ایره دیلیت میکنیم. این بود از وظیفه مرچ مرچ پوینت. و خب در قسمت بعدی داریم که الیجن پوینت لاین اچ ایچ میکنه الیجن پوینت لاین اچ. خب ایر انتخاب میکنیم ما شما بازم این قسمت زمان برای زی بیم اینجا چند آپشن ها کار میشه که یک وظیفه شما چی بود؟ تریم
trim object line هست و دیگه extend line object هست. آه این رقم یا to cut وری هست و دیگه allegiant point to x y grid line هست. ایچ کار میکنم چی هست؟ edit چی هست؟ option for selected object. object که ما select کردیم بعد از او کار میکنم. حالا align to point to x direction با اونمو چیزی که ما انتخاب کردیم نظر به x وظیفه ما رو انجام میده. دو متر انتقالات بره دیگهش بعدا انتخابش کن دو متر حرکت کرده مثلا دو متر موقعیت خودت تغییر داد موف به طرف x نظر به محور x دو متر قیمت بگیره. اینا رو ببینید اینجا بالا از ببینید این اینجا قیمت x دو متر است. قیمت دو متر است. این قیمت دو متر بر خود گرفته. پس کنترل زدش کنیم. اگر ما بیم پس این نقطه. اگر یک خطش انتخاب کنیم هم یک خط میره. اگر این نقطه انتخاب کنیم مکمل این نقطه جای خود تغییر میده. پس میره. در قسمت پوینت باز هم این بار نظر به خب اینا شمو وظیفه نظر به وای حرکت کنم نظر به ایکس حرکت کنم عین چیز آره عین چیز. اگر ما این قیمت مثلا 5 بگیریم برای این رو کش کنم نظر به قیمت 5 برای این برن واقعا ما ایکس قیمت 5 رو خود گرفته نظر به اینج نظر به قیمت محور ایکس حرکت میکنه. خب زاید بگیر زاید وای بگیر وای همون گپس. خب پس اگر ما بالای زی کلیک کنیم دوم چی داریم در این قسمت allegiant point h در این خب و allegiant point nearest line با مخطی که نزدیک است ایره چی کنین شما مثلا ما اینجا مرج کنین ایره از چی میکشم میشه یک خط اینجا رسم میکنم مثلا یعنی ببینید که خط بیشتر تا هنوز رد وصل نیستن و دیگه اشتر وصل شد چون نه وقت انتخاب نشده. آه نه ما متا انتخاب نکردیم. دلیل اینه که نش روش کار کنیم روزی کار نکنیم. خب این انتخاب میکنیم میگه میره و فعلا مرج کو آها غیر فعال شد. نظر میگه من این همزمان با او هم مرج کنم. بعد مرج بازم غیر فعال شد. و این دیگه باید غیر فعال نشه. خب اگر ما این انتخاب کنیم با اون نقطه‌ای که نزدیک نیرست اونقدر زیاد مورد استفاده نداره همراه زیاد کار نمیشه allegiant point to nearest line با اون خطی که نزدیکش کل فاصله های یکسان است با اون خطی که نزدیک میگه با اون مرج کن ولی کار کرده نمیتونه فقط کار کرد که فقط اون طبقات پایین برد اگر ما در 3D ببینیم قسمت های پایین رو انتقال داد. خب پس ایر کنترل زایدش میکنیم اونو چون او قسمت ارتفاعش کم بود با همون نزدیک بود ولی او قدر زیاد مورد استفاده نداره ایش که ما شما در پروژه یا اینجا جمع کار کنم پس ایره خب بگذاره نمیم باش. پس در قسمت بعدی داریم که اینجا داریم trim line object و دیگه extend line object. خب trim میگه اگر ما این یک مشخصه داره خواهیش دلیل کنیم یک لاین یک تو گادر فرض یک زمان منقطع قرار میگیره اینجا میگه اول ما شما باید اینمی چیزا را کنترل زد اول میریم در سلیکت یه را انتخابش میکنیم انتخاب میکنیم ولی بعد از او میگیم اینی فاصله را ما میخواییم قطع کنیم از بین برن نباشه ایدیگهش باشه پایینش میکنیم پایینش باشه کار داریم اینیش نباشه اینی نقطه را انتخاب میکنیم سلیکت میکنیم آله ای تپس میشناسه که اونمو طرف رو میخواید تریم کنه پاکش کنه سیده اوت کت داشته باشم. پس میم در ادیت در اینجا باز این بار تریم رو انتخاب میکنم. خب اوکیش میکنیم امون فاصله ای که ما انتخاب کردیم اونمو رو برای ما تریم کرد. خب ایو باز ریفیزیم یعنی لیده اکستند میشه که دیدیم یعنی فاصله اگر که دیدیم اینیر کار میکنیم میشه او رو هم کار کرد میشه هم کار. خب این خط اینجا رسم کردیم حالا هر دویش انتخاب میکنیم میریم در سلیکت و این انتخاب میکنیم میگیم که اینی به این چی شوه اکستند شوه نظر فاصله حالا انتخاب میکنیم آره این هم میگیریم اکستند شوه اوکیش میکنیم و مو اکستند شد حالا قدر که بزرگ بسازینش اون مو فاصله وصل است. این بود وظیفه اکستند شد ما در اوت کت خانده اینا رو میفهمم دیگه هم خدا زیاد مشکل نیست. خب این هم اگر انتخاب کنیم اکستند میتونیم این کار کنیم و ادیت باز هم میدیم در قسمت allegiant point و ایرم extend میگیریم میتونم اینجا کار کنم میتونم اونجا کار بکنم. خب
این بود از قسمت edit و extend. باز هم میبینیم که این قسمت ها چه شده؟ خب غیر فعال شده. و بعد از این داریم اینجا داریم که expand sharing area, merge area, mesh wall و mesh area و قسمت چه split area edge داریم و join line. پیش از اینکه اینا رو کار کنیم join line و divide line رو کار میکنیم. این قسمت ها زمانی هست که سطح ما مثلا چیز داشته باشیم، سلاب داشته باشیم، سلاب داشته باشیم برای اکسپند. در قسمت اکسپند شیرینگ کمتر کار میشه و فضای کلانتر را کمتر میکنه، خورد میکنه فضای کمتر. اینا وظیفهش خوردتر کلانتر میکنه، کلانتر را خوردتر میکنه. مرج و مش عکس هم دیگر کار میکنه، آره کار میکنه. خب بعد پیش از او جوین کار میکنه، اینه کنترل زد میکنه. چون اینجا خب بگذاره نماره یک فضای کلانتر بگیرم جوین تا. مثلا ما شما اگر بایم دو تا گادر رسم کنیم اینجا، یکی اینجا و یکی رو ریزی مثلا رسمش میکنیم اینجا. خب این دو تا گادر جدا هست، انتخابش میکنیم. حالا بریم در ادیت، حالا جوین کار میکنیم، جوین لاین. و پیش از این مثلا ما دیوایدر کار کنیم خوبتر است. شاید خب جوین تو بگیریم، اگر کچ باشد نمیشه جوین. اینا کچ بود نتونست جوین کنه، چون به محوری که باید ما قرار داشته باشد نتونست. پس پیش از او باید خب اینی خودش ساختگی هست، انتخاب میکنیم. میره کنترل A کنیم، سلیکت آل و میمیز ایدیت دلیتش کنیم. فیلان کار نداریم، حالا یک نو گادر میگیرم، این از اینجا اینجا رسم. خب این رسم میکنیم. پس میریم در گرید لاین، میگیم گرید لاین ها رو برای من شما نشان نه. خب دمی صفحه ما انتخاب میکنم، آلمین در ایدیت میگم که دیوائد لاین. مثل که ما شما در چی هم داشتیم، در اوتوکاد هم داشتیم، دیوائد تقسیمات از این خط. میگم به دو فاصله، نه میگم به پنج فاصله مساوی تقسیم کنه. اوکیش میکنه، میبینه به پنج فاصله مساوی چی کرده؟ تقسیم کرده. خب یک زمان ما کار اینیمی دو تا فاصله میخوایم با هم دیگر جوین شن. آله آیا واقعا پنج فاصله مساوی هست؟ اینا دلیتش کن. خب کنترل زد یک دانش دلیت کن فاصله مساوی دار. خب آره میتونم از طریق از این چه دیدم دلیتش کنم. خب و بعد از اون میخوایم اینی دو تا را یک جای کنم، جای دلیت میشه یک جای کنم میشه. پس خب پس میم در قسمت ایدیت ها، حالا قسمت جوین لاین زمان کلیک کردم اونمو فاصله ای که ایجاد شد حالی و من از یک نقطهش کلیک کلش انتخاب این وظیفه چی بود؟ جوین تسته. یک زمان میشه مثلا ما در این می پروژه کل گادرها رسم میکنیم، میخوایم کلش یک تاشه یا میگم نظر بر. خب اینجا گپای دیگه هم داره، بگیم اون گپا رو کار کنیم. زمانی که ما شما در قسمت خب دیوائد لاین میگیم، این اینجا چند چیز وجود داره. بریک انترسکشن ویت سلیکت لاین اند پوینت، دومش نشته است، سومش بریک انترسکشن ویت ویزیبل گرید لاین. خب اینش با گرید لاین است. مثلا ما یک زمان اینمی پروژه وجود داره، اینمی پروژه رو پس میگیم در قسمت ویو اول پیش از این رو دلیت کنیم. مورد استفاده ایزی کجاست؟ این اول دلیتش میکنیم، پس میریم در قسمت ویو میگیم گرید لاین برای ما نشان بده و این رو اوکی میکنیم، هست گرید لاین. پس خب باشه، پس من میرم اینمی رو انتخاب کرده، این از اینچه میگیرم تا به این اینجا گادر رسم میکنم. کار آسان و از اینچه میمیده اینجا گادر رسم میکنم، اینجا گادر رسم میکنم، با اینجا گادر رسم میکنم. یه چی در گرود ندارم، ایش در گرود ها کار ندارم. پس حال میم یک میگم که اینمی ساحه را که من انتخاب کردم با مو گرود لند، این اینجا باید نقطه منداخت. آره باید اینجا جوینت میداشت، جوینتی میداشت، جوینتی اینجا میداشت، یعنی که فکس میشد. چون فکس است دیگه، گادرهای فکس است. پس این فاصله را اگر یه تب سوال محاسبه کنه، این فاصله طول زی خیلی زیاد میشه، چون ما ارتفاع گادر را نظر ایلی بر مثلا ایر بر 14 ایر بر 16 ایر بر 22 نیتی چک چیزا داشتیم. حالا اگر ایلی زیر محاسبه کنیم مثلا مثلا خیلی آیه زخیم میشه. پس این تبس ایر ما، پس ما در نقاطی که با گرید اینی تقاطع داره میگم که چی کنه قطع شد. پس میم در قسمت گرید، حالا
این نوای دوم رو کنید و کش میکنید ببین با هر نقطه‌ای که دیگرش نداره کلیک کنید نداره و این با هر نقطه‌ای که گرید داشت و اون قسمت تقاطر رو ایجاد کرده. بسیار آسان است زمانی که ما اگر گالرا رو یکسان بگیریم میتونیم از طریق پس رو چه کنیم؟ جدا کنیم. خب این بود مورد استفاده اینزی و میشه که ما اینمی رو در این به صورت مایل در نظر بگیریم، امیره انتخابش کنیم و این انتخاب کنیم، بعد از او بین در قسمت دیوایت و این هم چی بگیریم؟ خب بریک و کش کنیم در اون نقاط که تقاطع دارن اینا و هم دیگر اونا قطع کرد، حالا این دلیتش کنیم، این دلیت کنیم، دلیت میشه. خب کنترل زد چی بگیریم؟ و بعد از این داریم که ادیت، خب بگذاریم این رو انتخاب کنیم، فالش ها خب دیگه بریک انترسیکشن ویت سلیکت لاین اند پوینت. خب اگر ما شما چند تا خط با هم دیگر داشته باشین یا اول گرید لاین غیری سوال میکنین بگذار باشه که مشکل نه، دو تا مثلا دو تا گاردر رو رسم میکنیم، یک به شکل و یک به شکل. خب در نقاطی که تقاطع دارن فعلا میبینیم که کدام تقاطعی نیست، شکستگی وجود نداره، پس ما هر دوش انتخاب میکنیم، میگم در نقاط که با هم دیگر تقاطع دارن اونم قسمت که شکستگی به وجود میاد اوکیش میکنیم، در اون نقطه ای که اینا تقاطع دارن در اون نقطه اینا شکستگی ایجاد شد. پیشتر جدا جدا بودن، حالا پیشتر یک جا بودن، باشن حالا جدا جدا شد. خب این وظیفه خب من نظرم خب خیرسته کم چی میگم که وقت شما چی داره. خب بعد از اون ما شما در قسمت ایدیت داره و این بار هست که مرج ایریا و میش ایریا چی کار میکنم. نه خیر نمیه برین بخیر نه برین نه نمیه برین توی خونه خونه برین برین خونه برین آه نمیه خب بعد از این ما شما پیش از این که ما شما این رسم کنیم باید گاردر رو بگیریم برای کل از اینا، این گاردر این رو میگیریم برای کلش گاردر میگیریم all story و برای کل از این یک کالم میگیریم انتخاب کنیم و برای کلش هم سلاب میگیریم، بگذاریم این رو سلاب رو بگیریم. خب برای از این کلش سلاب کردیم چون دیک هستن یک طرف ها بارهایش چه یک طرف ها گرفتن، دیک باید نماشه بیدن دیک سلاب ها یک طرف ها دیک میگن. خب خیر است بعدا این رو تنظیم میکنیم چطور کار میشه چطور کار نمیشه. خب خیلی هم خواه گرفته اینال ما شما این ساحت انتخاب میکنیم یا این ساحت انتخاب میکنیم، میریم در قسمت آبجکت میگیم که آبجکت فیل باشه اپلای تو آلوین دو اوکی، این رو انتخاب میکنیم، این رو انتخاب میکنیم، این انتخاب کرد آل میریم در قسمت ایدیت و حالا میبینیم که نفعال شد، یکی مرج ایریا داریم چرا انتخاب نمیشه من سلیکت بکشم. خب مرج چی میکنم؟ ما اینی رو ببینیم جدا هست این جدا هست، پس آل ما اگر مرج کنم چی هست؟ میگیم اینی رو با این یک جای کنیم مرج کنیم، پس این بالا از این کلیک میکنم چرا نمیشه. خب پس پیش از او باید میشه کار کنیم، میش این میشه باید کار کنیم کارشون باید میشه این دو تا میشه که از دو تا رو همیشه با هم دیگر یک جای میکنه. در قسمت میشه چی داریم؟ اینجا داریم که خب که at selection line object horizontal هست و ایش بساطه و اینجا چیست؟ مهمترینش این قسمت هست میشه acquired triangles into two into مثلا میگه اینی میره با چه فاصله ای، مثلا ما میگم فعلا یک دانش انتخاب کنیم بریم از اینجا، میگم یک دانه زیرا میگم یک دانه زیرا چند تا تقسیم میگم 3/4 بر ما تقسیم کنم، میگم که میر خب فعلا 2/2 من انتخاب میکنم، میگم که 3 یک طرفش بگیر 4 طرف دیگهش بگیر و کش کن این 3 به این طرف گرفت 4 هم تقسیمات کردن تقسیمات. پس برعکس از این دوباره این انتخاب میکنیم دو تای زیره میرم در ادیت میگیم این رو برای من میرج کن این رو میرج آن لی تو ما که زیاد انتخاب نکردیم
only two. خب می فهمم که باید دو دانه زیادتر انتخاب نشه. خب این چطور شده که از اینجا select all انتخاب هستن؟ One story باید بگیریم چون select all که یک بار که انتخاب کنیم کلش انتخاب میشه. پس ما شما از اون دو باید ایرم انتخاب میکنیم، ایرم انتخاب میکنیم چون یک طبقه کار کنه. آل میریم در قسمت ایدیت اونو تیم گفت میگیم مرج ایریم مرج اینه دیدیم که دو تا را برعکس چی شد میشه. پس ایرم انتخاب کنیم، ایرم انتخاب کنیم چون از اینجا سلیکت آل بود اونو مشکل ایجاد شده بود. خب پس میریم در مرج ایریم میبینیم که همین دو تا سلاف و یک سلاف ایرم میخواییم به یک جای شد و یک زمان نیاز میشه. پس مرج ایریم نمیشه ما کلش دیلیت کنیم بارگذاری کردیم ای رو با ای میخواییم آل یک جای کنیم باز هم این در ایدیت و باز هم مرج ایریم یعنی کلش یک دانشت. پس اگر دیلیتش کنم اون کلش یک بار دیلیت کنم رزایت کنم یک ولی رو جدا بگیریم این ای جدا دیلیت میشه دیگه جدا دیلیت میشه. ای وظیفه یه بود دیوایت و خب بالا از این کلیک کنین برای ما میگن که وانه این دک هسته دک چرا وانه باره های یک طرف هست سلاف های یک طرف هست ما سلاف های دو طرف داره و سلاف های یک طرف داره. در سلاف های یک طرف اگر طول سلاف بر عرض سلاف بزرگتر از مثلا دو قرار بگیره میگه گادر های یک طرف هست. اگر طول سلاف بر عرض سلاف کمتر از دو شوه قیمت دو میگه گادر دو طرف هست سلیکین گادر ها هم بار طرف راست قرار میگه چپ هم طرف شمال هم جنوب در تمام بخش قرار میگه یعنی چهار طرف هم میگه گادر های دو طرف هست. خب این بود وظیفه های اکستند یا سلاب های دو طرف هست ولی دک که ما بگیریم خود کامپیوتر دک را یک طرف هم میشناسه بار طرف هست. این باید یک طرفش طولش زیاد باشه یک طرف هست که او میشه در صورت زیاد باشه اینجا داریم در این دمی به اساس از این کد نیست اینجا به نام دال های یک طرف ها دو طرف ها گفته مثلا اینی اگر این میز در نظر بگیریم طول از این سلاپش خب میشه مثلا این قسمت بگیرم از طریق خود از این بشه من در اینجا مثلا ما اینی تک چی را رسم میکنم یک شکل در صورت آل این یک سلاب است این قسم یک سلاب آل به من طولش زیاد است طولش به مراتب زیادتر است. اگر مثلا طولش باشه مثلا فرض میکنیم طول این وزن دهی دو طرف میه آره مثلا طولش هست 20 متر عرضش هست 4 متر 20 تقسیم 4 کنیم 5 متر 5 بزرگتر از قیمت دو هست پس میگیم اینی دال یا سلاب ما یک طرف هست یک طرف هست. بار در کجا قرار میگیره؟ بار در این طرف یا در این طرف قرار میگیره میگه یک طرف هست. اما در صورتی که خب اگر سلاف های ما شما به این شکل مربعی شکل باشد نزدیک باید اگر امی مثلا 15 هم باشد تقسیم 4 کنین بازم بزرگتر از دو قیمت بزرگتر از دو میشه اگر در تقسیم 4 بازم بزرگتر از دو ولی اگر 8 باشد تقسیم 2 کنین تا هنوز دو بازم یک طرف هست. اما اگر هفت شود تقسیم دو کنین آل دیگه سلاب دو طرف هم میشه همیشه که بارها به این طرف وارد شد هم بار در این طرف تأثیر میکنه هم بار در اون طرف تأثیر میکنه این میگن که سلاب های دو طرف هم دو طرف هم. اما در اینجا زمانی که بار بالای از قرار میگیره این از قسمت شکم نمیکنه پایین میره نه مومنت ایجاد میشه به این دلیل این هیچ تأثیر نمیکنه زیاد در این قسمت هم. ولی زیاد کش از این طرف صورت میگیره این طرف این به نام خب نامش میمانن سلاف های یک طرف اینا نامش میمانن سلاف های یک قسم میگن اگر طول و عرض سلاف ها زیاد تغییر نکنن قیمت طول بر عرض بزرگتر از دو نشه یک دو طرف ها و اگر بزرگتر از دو شه یک طرف. خب به همین شکل اینا لینی یک طرف ها رو به نام دک یاد میکنه و دو طرف ها رو ما سلاف بعدا میگیم این بود از درس های ما شما در این قسمت. خب بعد از این ما شما داریم در قسمت اینجا داریم که expand share area اونقدر زیاد offset value قیمت اینا رو offset کنن مثلا ما میخواییم اینیمی به طرف راست یک مقدار offset شد بس control type میکنیم این انتخاب میکنیم میگم در اطراف یک مقدار offset شد بعد چی قدر هستید؟ بعد اندازه 2 متر کش میکنه بیاید در اطراف خود بعد اندازه 2 متر آفسید شد و کلان شد. خب آره اگر ما میتونیم در اطراف این وظیفه ایزی پس کنترل زایرش میکنه پس ایر انتخاب میکنیم و ایدید حالا
مرچ کار شد میشوال اور فور حالا این را چی میکنه؟ میش میکنه. وظیفه میش این در قسمت فهمیدیم ما شما این اوتومات اونمور با هم دیگر چی میکنه؟ میش میکنه. میش و میش در حال کار کرده split area H مثلا اینی را انتخاب میکنه میگذاریم تقسیمات میکنه اینی میره. خب پس من در بالای split area H اطراف وزیر باید تقسیمات میکرد نگریم split آره این فرقش در کجا شد. حالا ببینید split area H اینجا دقت کنید زمانی که من اینی سلپ را سلیکت میکنم با خود گاردر مقدار تفاوت داره دورتر ولی زمانی که من اینی را مرج گرفتم گاردر اینا را سلپ بالای گاردر قرار برده کم خود را چی کرده فراختر ساختم مساخن این فقط وزیب یک قدر زیاد نورید استفاده یاش نداره فقط تنها مرج و مش area اینا زیادتر استفاده میشه و این اکستن یک زمان میشه که شما اینمی سلاب خوده به یک طرف چی کنید مثلا پیک هسته یا چی کس پیش ببرین این قرآنی بس هستیم جنس رو کنه زمان یعنی چی رو